سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. اگر مرد هستید و علاقمند به تماشای فوتبال در استادیوم، شاید حالا باید حکومت رو راضی بکنید که اجازه بده خواهرتون رو هم با خودتون به استادیوم فوتبال ببرید. جمهوری اسلامی شاید هیچ وقت تا این حد درگیر مسئله زنان نبوده. مقاومتی دو سویه که به کلنجار دائم حکومت با زنان ایرانی منجر شده. بعد از اعتراض‌های دنباله‌دار برای حضور زنان در ورزشگاه، حالا کار به جایی رسیده که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به ایران اولتیماتوم داده. اگر زنان نتونن به عنوان تماشاچی به مسابقات فوتبال برن، برگزاری مسابقات در ایران ممکن نخواهد بود. اینکه فوتبال تفاوت جنسیتی رو نمیپذیره. چه فیفا چه افسی رسما اعلان کردن که خانم ها باید بیان به استادیوم. ببینید، من به شما میگم که تا الان دولت البته دست دولت هم نیست، دولت مقاومت کرده، فدراسیون هم زحمت داره میکشه که بیارن، ولی دولت نتونسته، هنوز هم جواب کامل نداده. تا یه مدتی مهلت دادن، اونم نوع شهریور هست. فکر میکنم تا نوع شهریور باید مشخص شه. اینجا دیگه یه روز فوتبال ملی رو تعطیل کنن، تماشاچی را ندن، بلیت نفروشن به بهانه که خانم ها را ندن، دیگه همه این دستا رو افسی و فیفا خوندن. این نمایندگان فیفا و افسی اومدن اینا. خب بزرگترین مقام فیفا آقای اینفانتینی اومد و آقای روحانی صحبت کرد. آقای روحانی بهش قول داد، تلویزیون پخش کرد، تمام سایت ها نوشتن، سایت فیفا نوشت. خب بابا اگه شما نمیتونی قول بدی عمل کنی، قول نده. چرا به رو رئیس جمهور مملکت ما رو میبری؟ بانوان میان به استادیوم، ممکنه من زنده نباشم، به زودی هم میان تو استادیوم، چون حق بانوان. زنانی هم هستند که حکومت رو با استفاده از قوانین جاری خودش به چالش میکشن، کاری که فاطمه افتخاری کرد در بحث سطور گواهینامه موتورسیکلت برای به قول مقام‌های ایرانی غیر مردان. فاطمه افتخاری و دوستانش به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. چند سالیه که ما دنبال گرفتن گواهینامه موتورسیکلتیم و تا اینجا پیش رفتیم که تصمیم گرفتیم یه شکایتی تنظیم کنیم از نیروی انتظامی به دیوان عدالت اداری، بابت اینکه ما موفق به دریافت گواهینامه نشده بودیم. که خب پروسه تا یه جایی پیش رفته و توی اخبار منتشر شد و سر صدا کرد و آره، من خیلی تعجب کردم دیدم منتشر شده و اینکه من گرفتم توی اخبار منتشر شده. خوشحالم که مردم اونقدر توجه نشون دادن به این مسئله و تشکر میکنم از قاضی بخاطر این حکم خیلی منطقی و خوبی که دادن. حالا این دادنامه بسیار کامل و جامع و قوی هست و یه شرط امیدوار کننده رو پیش آورده، اما رأی قطعی نشد. البته این خوشبینی زیاد دووم نیاورد. قاضی بر اساس قوانین موجود حکم داده بود که باید نهاد مربوطه اقدام به دادن گواهی نامه بکنه، کاری که بعدتر رده‌های بالاسری در قوه قضاییه جلوش رو گرفتن و گفتن سواری زنان روی زین مکروهه. معمولا برای هر مسئله مربوط به زنان میشه روایت پیدا کرد، از حجاب زنان بگیرید تا خوانندگی زنان. مسئله که بهش اشاره کردم برای بخش قابل توجهی از زنان مسئله است، اما نکاتی هم هست که همه زنان رو در بر میگیره، مثل ارث، مثل دیه، که در همه اونها به نوعی زن جنس دوم محسوب شده. با اینکه در بسیاری از موارد بین خود علما در حوزه‌های علمیه اختلاف هست، قوانین ایران در مورد زنان معمولاً با سختگیرانه‌ترین خوانش از قوانین فقهی هماهنگ شده. همین موضوع تغییر قوانین مربوط به زنان و خانواده یا برای ایجاد برابری رو بسیار سخت کرده. به تازگی 14 زن که در نگاه اول هیچ شباهت عقیدتی به هم ندارند، با نوشتن نامه گفتند که در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالانه نظام فقاهتی است، به پا خواستند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدند. دیگر بس است. میبایست عاملان این بدبختی ها به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه و دادگاهی شوند. ما میخواهیم آزادی به جامعه و خانه تک تک ایرانیان بازگردد. در اعتراض به بس اسفبار بانوان و اقلیت ها و اقشار مختلف جامعه و نیز به خطر انداختن امنیت و تمامیت ارضی و اعتبار جهانی میهنم
بیانیه 14 تن از کنشگران مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای رهبر و گذار کامل از جمهوری اسلامی را که به دقت خواندم امضا می کنم و خواستار آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و عقیدتی، تحریم انتخابات، گذار کامل از جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات آزاد پس از جمهوری اسلامی، برقراری حکومتی سکولار دموکرات بر پایه حقوق بشر و تدوین قانون اساسی هستم که کرامت انسانی، هویت و حقوق برابر بانوان میهنم در آن رعایت شده باشد. هموطنان قهرمان و آزاده، 4 دهه از ولایت مطلقه آخوندی میگذره که جز بدبختی، تورم، فقر، فحشا و همچنین به بند کشیدن انسانهای آزاده و حق طلب چیزی دیگر برای ملت نداشته. مخصوصا با نادیده گرفتن نیروی نیمی از جامعه که زنان میباشن، بدترین ضربه رو به بدنه جامعه انسانی وارد کرده. در جهان امروز که زنان در همه زمینه‌ها پیش میرانند، ما زنان ایران در نظام باپسندیش حکومت ولایت مطلقه فقیه برای داشتن حقوق انسانی خیش با تلاش خستگی ناپذیر تا کنون نتوانسته ایم به رفع تبعیض جنسیتی که هودش آزادی و برابری است برسیم. حال که با وضوح مشخص شده است که نه تنها اصلاح طلبان هم دست اقتدارگرایان در سرکوب مردم بوده و هستند، بلکه آپارتاید در اشکال مذهبی و جنسیتی بخشی از ذات جمهوری اسلامی است. ما به این نتیجه رسیدیم که نه تنها جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است، بلکه تنها راه حل انحلال جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است. از همه مردم عزیزم تقاضا دارم سکوت 40 ساله رو بشکنن و با ما یک صدا بشن. نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ. جمهوری اسلامی طی 40 سال حکومت به هیچ گونه از نیازها و مطالبات اساسی مردم پاسخ نداده و اعتراض کنندگان رو مورد پیگرد حکومتی قرار داده و جان آنها برخی از آنها رو گرفته و به زندان افکنده. برام شدم که برای دادخواهی حق مسلم خود و حقوق شهروندیم در موعدی که دستگاه قضایی مستقلی نداریم از طریق این بیانیه فریاد برآورم و کاملا محترمانه از شخص اول حکومت بخواهم قبل از اینکه با خروش عظیم مردم از اریحیه قدرت به زیر آورده شده و به جرم نقض تمامی قوانین حقوق بشری محاکمه شود، خود تدبیری اندیشیده و از قدرت کنارگیری کند و البته بدون انتخاب جانشین، چرا که اگر خواهان برکناری ایشان هستیم این بدان معناست که کلیه ارکان نظام برچیده شود و خیلی آبرومندانه و محترمانه حکومت را به خود مردم واگذار نمایند تا ایشان که حاکمان اصلی این آب و خاک هستند خودشان برای نوع حکومت مورد نظرشان تصمیم گیری نمایند. بخشی از صحبت‌های تعدادی از زنانی بود که این نامه با 14 امضا رو امضا کردن. برای بحث درباره این نامه و مسائل مربوط به زنان امشب فعلا 3 مهمان داریم: گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری از امضا کنندگان این بیانیه همراه ماست، مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی، و از نیویورک میترا زرگر، جامعه شناس. خوش آمد میگم به هر سه شما. اول از خانم پورفاضل میخوام شروع بکنم. خانم پورفاضل، چه شد که اصلا این نامه رو نوشتید؟ با چه انگیزه ای؟ خب مدت ها بود که متوجه بودم چقدر نارضایتی در جامعه ما گسترده شده، به خصوص میان زنان ما که به هیچ عنوان با توجه به مناشای علمی حائز بهترین موقعیت ها شدن، ولی از نظر جمهوری اسلامی هنوز نیمه از مرد شناخته میشن. هنوز قوانین ما نتونست جایگاه رفیع زن رو در کشور ایران بپاید. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که ما زنان دور هم جمع بشیم
و این بیانیه رو بنویسیم و از رهبری بخواهیم که استعفا بکنن و کنار بکشن، به دلیل اینکه نتوانستند با سیاست درست کشور را به سمت سوی بکشونند که در راه یک توسعه پایدار قدم برداشته بشه. نه تنها زنان ما امروز ناراضی هستند، بلکه بیشترین لایه‌های جامعه ما از وضعیتی که کشورشون دچار شده نگران و ناراضی هستند، مانند کارگران، کشاورزان و لایه‌های دیگر جامعه، حقوق بگیران ما با توجه به این تورم روزافزونی که ما داریم و حقوقای کمی که کارگران ما، کارمندان ما میگیرن و نمیتونن زندگیشون رو اداره بکنن، و از همه مهمتر قشر جوان ما که اینها واقعا امیدی به آیندهشون ندارن، نمیتونن ازدواج بکنن، نمیتونن زندگی تشکیل بدن، نه کاری دارن، تحصیلات عالی دارن ولی در خانه ها نشستن بیکار هستن و پدر مادر از این مسئله نگران و ناراضی. به هر حال به هر کجای این جامعه شما انگشت بگذارید میبینید که دردناکه. میبینید که خانم پورفاضل متوجهم اینها انتقاداتی هست که خیلی ها مطرح میکنن، اما مخاطب این نامه شما کی هست؟ واقعا مخاطب نامه خود آیت الله خامنه ای هست؟ فکر میکنید او آدمی هست که گوش بده به این حرف که شما مثلا 14 نفری از او خواستید استعفا کنه او هم استعفا بکنه؟ من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. ببینید ایشون باید متوجه بشن که 40 سال چه به روز این جامعه آوردند. بنابراین اگر که آینده نگر باشن و اگر یه مقدار هوشمندانه به فردا نگاه بکنن، متوجه میشن که اگر به صورت مسالمت آمیز کنار نرن، امکان داره به همون بلیه ای دوچار بشن که کسانی که در رأس قدرت بودن در کشورهای همسایه ما به این بلیه دوچار شدن. بنابراین وقتی نارضایتی مردم در حدی است که نمیخوان دیگه این سیستم رو، به چه دلیل باید این سیستم مقاومت بکنه در مقابل مردم و بخواد که به هر ترتیبی که میتونه بمونه؟ بله آقای خرزعلی، در این نامه این نویسندگان از عبارت آپارتاید جنسی استفاده کردن. شما به عنوان تنها مردی که الان در این پنل داریم، شما با این عبارت موافق هستید؟ فکر میکنید که واقعا در ایران میشه گفت که آپارتاید جنسی برقرار هست؟ با سلام خدمت شما میهمانان و بینندگان، عرض کنم که اساسا من میخوام از آغاز شروع کنم نامنگاری هایی که آقای نوریزاد شروع کرد، که فکر میکنم ادامه نامه ها مثلا برسه به نامه مثلا 1500 و مثلا چند. اما باید ببینیم کاری که میکنیم نتیجهش چیه و واقعا میخواهیم فقط مطرح شیم و یک شوی اجرا کنیم هرچی تندتر. یواش یواش آقای نوریزاد به جایی رسید که باید تندترین ناسزاها رو بگه تا دیده بشه، ولی باید دنبال کار باشیم، برنامه باشیم. حالا اگه ما 14 معصومو نداشتیم، این گروه های نامنگاری 14 تایی مثلا اگه بهایی‌ها می‌خواستن بنویسن 9 تایی می‌نوشتن، چون برخه محفل 9 نفره دارن. چرا باید این همچین حرکاتی؟ آیا نتیجه بخشه و منطقه؟ شما سوال خوبی کردید، گفتید اگر مخاطب شما رهبری است، الان مثلا ایشون میاد استعفا میده که نمیده، میدونیم نه، فرض کنیم اصلا فرض پذیرفت و گفت حرفای شما درست. خب همه میدونن فقر و فساد و فحشا، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی اجتماعی و فروپاشی فرهنگی در جامعه ما اتفاق افتاده، همه میدونن. اما اینکه ما این دردها رو بچینیم بعد نتیجه بگیریم، حالا شما استعفا بده، فرض کن همین امشب ایشون استعفا داد، جایگزین ما چی داریم؟ ما باید در مسیری که حرکت میکنیم ببینیم انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاد، تازه انقلاب بود دیگه، مردم ریختن تو خیابون، انقلاب کبیر فرانسه، بعدش 100 سال استبداد داریم، بعدش امپراتوری ناپلئون اول و ناپلئون سوم رو داریم، یعنی بعد از اون استبداد است و گیوتین است. انقلاب اکتبر روسیه، بعد از اون استبداد 70 ساله و 20 میلیون کشتار در روسیه. ما که دنبال این نیست، مردم ما اونقدر هوشمند شدن، میدونن که انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب مشروطه و انقلاب 57 ما حاصلش این شد، یک سری خونریزی شد و نهایتا هم
افرادی اومدن روی کار در انقلاب ها که ما استبداد بدتری رو تجربه کردیم. متوجه آقای خزعلی، شما انتقاد دارید به شیوهی که خانم پورفاضل و همراهانشون انتخاب کردن. من این سوال شما رو بهشون برمیگردم جواب میخوام، ولی من خواستم شما جواب اون سوال من ندادین. به عنوان یک مردی که در جامعه ایران زندگی میکنید، آدم معتقدی هم به نظر میاد، فکر میکنید که آیا این عبارتی که به کار بردن آپارتاید جنسی واقعی است یا نه؟ ما یک جلسه داشتیم در سرای قلم، خانم صدیقه وسمقی هم بودن، یه عزیزی از کارگردان ها بود، بحث حقوق زن بود. اون آقای کارگردان گفت من اومدم اینجا از حقوق مرد در ایران دفاع کنم. بعد شروع کرد یه چیزایی به طنز یا جد هر دو گفت ما مهریه که باید بدیم، خوراک و پوشاک و مسکن نفقه هم که باید بدیم، و بعد هم از خونه که متعلق به خانومه ما یک نصفه تخت داریم و یک کشو جورابا و زیرپوشمون رو میذاریم. بعد اینا رو گفت ببینیم واقعیت این است که من معتقدم در نظام، گفت سربازی اونا نمیرن، ما سربازی باید بریم و خیلی مسائل دیگه. و الان میبینیم که اکثریت پذیرفته شدگان دانشگاه های ما زنا هستن چون فرصت دارن، ولی جوانای ما گرفتارن، باید برن دنبال درآمد. او فرصت داره میره مطالعه میکنه و الان پذیرش دانشگاه های ما بیش از 50% خانوم ها هستن و موفق ترن در تصاحب کرسی های دانشگاهی. درست. نه، من معتقد نیستم که یک آپارتاید هست. نخیر، بهترین حقوق زن رو در اسلام ما دیدیم و واقعا اسلام زیباترین حقوق رو داره. یک ریحانه ایست، عزیزی است که زن باید ببخشید در خانه جایگاه بلندی داره در اسلام، و مرد است که دور او میچرخد و او را نوکری میکند و خدمت میکند و به این باید افتخارم بکند. صحیح. اگر او حتی بچه شیر میده میگه حقوق باید درش مقرر کنی، کار تو خونه میکنه، حقوق مقرر کنی، و خیلی از مسائل دیگه در کشورهای دیگه نیست، نه در اسلام. بسیار زیبا به زن پرداخته شده. اگر چیزی در ایران میبینیم که حقوقی از زنها تلف میشه، ربطی به اسلام نداره، قوانین نیست. اگر باید ورزشگاه برن موتور سواری، من این نداره، این نه قانون داریم براش نه شر. متوجه. ممنونم آقای خزعلی، برمیگردیم به شما. الان خانم آذرافسا هم از تهران به ما وصل شدن. مرضیه آذرافسا فعال مدنی از تهران با ما هستن. خانم آذرافسا خوش آمد میگم به شما. چون در بحث نبودید اجازه بدین سوال بعدی رو من از خانم زرگر بپرسم، به شما هم برمیگردم. خانم زرگر، شما با این صحبت ها موافق بودید؟ من دیدم وقتی آقای خزعلی صحبت میکردن شما سرتون تکون میدادید. من با بخشی از صحبت هایشون موافق بودم، اون بخششون که به بحث هدف این کنشگران 14 تا کنشگر بود، اون بیانیه بود که از نظر من زیر سواله. ولی اون بخش پارت دومشون که در ارتباط با تضییع حقوق زنان، که به نظر من شکی در این که طی سالها به این مسئله قدمت تاریخی داره، حقوق زنان در ایران پایمال شده به انواع مختلف و بعد از انقلاب این تضییع به طور کاملا نظامند توسط سیاست مردان اعمال شده و ریشه‌های جدا از ریشه‌های تاریخی، تو این شکی نداریم که نابرابری جنسی وجود داره و تبعیض جنسیتی در ابعاد مختلف وجود داره، ما در این شکی نداریم. من مشخصا بحثی که الان دوست دارم راجبش که در حقیقت پارت اول بحث آقای خزعلی، بحث همون بیانی است. ببینید، از نظر من بیانیه دو نکته قابل تأمل داره. یکی این که بین هدف و روش به کار گرفته در این بیانیه از نظر من تضاد وجود داره. به عبارت این که روشی که این 14 کنشگر پیش گرفتن روشی مدنی، یعنی روشی مبتنی بر روش‌های غیر خشونت‌آمیزه، اما خواسته ای که تو این بیانیه به عنوان هدف ازش یاد کردن یقینا خواسته رادیکال و انقلابیه. یکی از تفاوت‌های اساسی جنبش‌های مدنی با جنبش‌های انقلابی هم توی هدف یا هدف‌هاشونه. توی جنبش‌های انقلابی ما می‌بینیم هدف ایجاد تغییرات همه جانبه، گسترده و بنیادینه، در صورتی که در جنبش‌های مدنی ما می‌بینیم که میان بسته به اینکه کدوم گروه مدنی داره کنش میکنه یه هدف کاملا مشخص و عملی رو پیش میگیرن. این یه تضاده. و نکته دیگه که خودتون هم توی سال اول مطرح کردی، باید ببینیم که در رابطه با این بیانیه اساسا هدف واقعی از طرح این بیانیه چی بوده. آیا اون شرط بلاغ که ایشون فرمودن که یه مسئولیت فردیه، یا واقعا به عنوان یک کنش سیاسی دارن این بیانیه رو میبینن؟ اگر به عنوان یک کنش سیاسی دارن میبینن که بعد ببینیم واقعا انتظار داریم نظام اسلامی حاکم
و رهبر این نظام بعد از این بیانیه بگن باشه ما دیگه از قدرت میریم کنار، بسیار بعیده همچه انتظاری داشته باشیم. متشکرم خانم زرگر. بیانیه صرفا وجه سمبولیک داره جهت اعتراض، که بازم باید ببینیم هدف از این وجه سمبولیک چیه. بسیار خب، من اینها رو همه رو با خانم پورفازل مطرح میکنم، نظر شما رو هم بشنم خانم وزیر در مورد این بیانیه. و همینطور بذارید قبل از اون ازتون یه چیز دیگه هم بپرسم، چون از آقای خزعلی پرسیدم، آقای خزعلی مخالف این موضوع بودن. در بیانیه اومده که در ایران آپارتاید جنسی برقراره، آیا شما موافقید با چنین برداشتی از وضعیت ایران؟ با سلام، اول من متاسفم که توی بحث‌های دوستان نبودم و تازه پیوستم و دقیقا نمیدونم که دوستان چه اظهار نظری کردن. اگه در مورد اینکه تبعیضی در ایران وجود داره، بله تبعیض در ایران در مورد زنان وجود داره، ولی مسئله این هست که اونچه که ما در ایران به عنوان تبعیض می‌بینیم در خصوص حقوق زنان محصول 50 سال به اصطلاح سیاست‌های دوران پهلوی هست که در دین رو در مقابل تجدد قرار داد و چنان این مدرنیسمی که اونا وارد کردن بی ریشه توی جامعه ما بود. البته من انکار نمی کنم کارهای مثلا مفید و خوبی هم به لحاظ قانونی به نفع حقوق زنان صورت گرفته، ولی چنان این مدرنیسم بی ریشه وارد فضای جامعه ما شد که بخش عمده ای از زنان تحصیل کرده ما به عنوان مخالفان، یعنی هیچ توجهی به اون اقدامات ویترینی و نمایشی رژیم پهلوی نکردند و در مقابل این رژیم قرار گرفتن. همینطور بدنه زنان اجتماعی که توی انقلاب 57 پیوستن به اعتراض علیه پهلوی. بنابراین این چیزی که ما الان در جامعه میبینیم محصول تضاد بین دین و مدرنیته است که سیاست‌های غلط به وجود آورده. از بعد از 57 ما یه روندی میبینیم که در واقع مدرنیته به شکل بومی در ایران مطرح شده، پیشرفت‌هایی هم داشته. این معناش این نیست که ما الان در بهترین موقعیت قرار گرفتیم، اما به نظر من ما روند رو پیشرفتی داریم در مورد زنان. من می‌فرمایید؟ بله، در مورد حقوق ممکنه، زنان ممکنه نشانه هایی هم برای ما بگید که از چه نظر میگید رو به پیشرفتیم؟ ببینید، حالا بخوایم آماری مثلا صحبت کنیم در مورد آموزش عالی زنان، حضور زنان در بدنه مدیریتی کشور، حضور زنان در اقشار مختلف اجتماعی که الان تشکیل ما اصنافی رو می‌بینیم که زنان تو حوزه هنر، توی حوزه سینما، توی به اصطلاح روزنامه نگاران، نویسندگان، ما به صورت بارز حضور زنان رو می‌بینیم و متوجه این هستیم که جامعه ما اگر از به لحاظ مدنی تقویت شده، یک بخش مهمش رو خانم‌ها دارن نمایندگی. خب خانم معذرت‌افزا، فکر می‌کنید این مقاومت خود زنان بوده، اینو زنان تونستن با علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره و حکومت بهشون در واقع دیکته می‌کنه به دست بیارن، یا اینکه فضا فراهم شده بوده براشون؟ ببینید، یه بخشی مقاومت زنان هم بوده، ولی ما مقاومت زنان رو به صورت یه جنبشی که فشار بتونه به حکومت بیاره و حکومت رو وادار به تمکین بکنه، حقیقتا ما همچین جنبشی رو تو ایران نداشتیم. موارد بسیار نادری بوده. من چیز دیگه ای رو میخوام بگم، حالا قبل از اینکه بخوام بگم که این مال مقاومت زنان بوده یا مال حکومت بوده، ببینید مدرنیته در هر کشوری باید بومی بشه. من اینو به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم که در یکی از انتخابات های مجلس که ما توی ستادهای انتخاباتی به نفع زنان داشتیم فعالیت میکردیم، یه آمارایی رو رفتیم پیدا کردیم از حق رأی دادن زنان در کشورهای توسعه یافته، کشورهای اروپایی، که تقریبا میتونم بگم که در نیمه به اصطلاح قرن بیستم زنان در بسیاری از کشورهای اروپایی حق رأی دادن پیدا کردن، در حالی که مثلا روزنامه 100 ساله داشتن، نهادهای 200 ساله داشتن. پس این نشون میده که حتی در کشورهای توسعه یافتم برای اینکه زنان به حقوق خودشون برسن زیرساخت ما لازم داریم. مؤلفه‌های مختلفی هست، مسائل فرهنگی هست، آموزشی هست، اقتصادی هست. ما نمیتونیم با خواهش و تمنا یا نفرین برای زنان حقوق ایجاد کنیم. خانم پورفازل، جامعه به یک
میتونید پاسخ بدید؟ چون به نظر میاد که هر سه نفر معتقدند که این بیانیه بی اثری هست، پایه و اساسی درش نمیبینند و فکر میکنند که کاری هم از پیش نمیبره. خب هر کسی میتونه نظر شخصی خودش رو بده، هیچ اشکالی نداره. فکر کنم که بی اساس هست، ولی ما به طرز دیگری فکر میکنیم، ما به شیوه دیگری نگاه میکنیم به این قدم هایی که داریم برمیداریم. من در پاسخ خانم میخوام عرض بکنم که زنان ما از قبل از نهضت مشروطیت فعالیت داشتن، مدرسه باز میکردن برای دختران، ولی چه کسانی جلوی مدرنیته رو میگرفتن؟ از همون دوران قاجار، از اواخر دوران قاجار تا آخر دوران پهلوی چه کسانی با مدرنیته مخالفت میکردن؟ غیر از اندیشه حوزوی بود، غیر از این بود که مدارس دخترانه رو آتش میزدن، اجازه نمی، بالای منبرها میگفتن دخترانتون رو به مدرسه نفرستید فاسد میشن. آیا اینها نبودن که جلوی مدرنیته رو میگرفتن؟ زنان ما فعال بودن. زنان ما زمانی که اولین مجلس تشکیل شد بعد از جریان مشروطیت، وقتی که گفتن که زنان حق رأی میخواهن، آقای مدرس برگشتن جوابشون گفتن که این حرف رو نزنین که عرش اعلی به لرزه در میاد، یعنی عرش اعلی به خاطر حق رأی زنان به لرزه در میامده. ببینید زنان ما با چه مشکلاتی روبرو بودن تا به امروز و با چه اندیشه‌ای روبرو بودن تا به امروز. مدرنیته چیزی نیستش که امروز و دیروز و فردا داشته باشه، روند طبیعی تاریخیه. به هر حال جوامع متحول میشن، با این تحول قوانین جدیدی رو لازم دارن. من خود به خاطر دارم زمانی که قانون حمایت خانواده در سال 46 تصویب شد، در حوزه های ما قوقا به پا شد، گفتن اسلام از بین رفت. خب بذارید خانم پورفاتون اجازه بدید آقای خزعلی، چون همین صحبتشون در این برنامه فرمودن که اسلام دینی هست که برای زنان به هر حال قوانین بسیار مفیدی هم داره صحبت بکنم، ولی قبل از اون اجازه بدید من از مخاطبان خواهش بکنم شما میتونید در این بحث شرکت بکنید، از راه‌های معمول تماس ما از راه‌های تلگرام و توییتر برای ما سوالاتتون رو مطرح بکنید. من اینجا اون سوالات رو از کسانی که الان در برنامه هستن خواهم پرسید. آقای خزعلی بفرمایید. ببینید این که ما دوگمند و تنگ نظرند و متحجرند ربطی به دین ندارند. بعضی ها با بلنگو هم مخالف بودن، با دوش حمام هم مخالف بودن، اینها رو پای دین نذارید. اما حضور زنان، اسلام با حضور خدیجه آغاز شده است. یک تاجری که تجارت میکرد و تمام سرمایه‌اش رو صرف اسلام کرد، ادامهش با حضور فاطمه زهرا سلام الله علیها است که میاد خطابه فدک رو در مسجد میخونه، ادامهش با حضور زینب کبرا در بارگاه یزید است، خطابه میکنه. پس اینا همیشه حضور داشتن. حالا میام در عصر معاصر، نزدیک معاصر، از بی بی مریم گرفته تا گوهرشاد خانوم، تا پریزاد، تا همه کسانی که در صحنه بودند، مسجد گوهرشاد رو با اون عظمت یه خانوم میسازه، تا فخرالدوله که رضا شاه میگه یه مرد توی مملکت هست اونم خانم فخرالدوله است، و میبینید اون مسجد فخرآباد رو میبینید و میبینید اولین بانک که میخواد تأسیس بشه سرمایه این خانومه. پس همه جا بودن، اینطور نیست که نباشن. بله خیلی ها هم متحجرن، چیزهایی رو به اسلام میبندن که ربطی به اسلام ندارد. نه خیلی، میفرمایید جمهوری اسلامی بودن. متحجره چون بسیاری از قوانینی که خانم پورفاضل علیهش هست قوانینی هست که در جمهوری اسلامی هست دیگه، مثلا بحث دیه هست، بحث ارث هست و مسائل اینجوری. نه ببینید، ما میخوام بگیم انتخابات، اولا زنان از آغاز جمهوری اسلامی رأی دادن و کاندیدا میتونستن بشن، اینطور نبوده که هم میتونستن انتخاب کنن هم انتخاب بشن. پس جمهوری اسلامی که با اینا مخالفت نداشت. یک مسئله استادیومه که هیچ وجه شرعی و قانونی ندارد، ما قانونم براش نداریم. بحث نمیدونم اون مسئله دیگه موتور سواریه که باز دوباره منع قانونی و شرعی نداریم. میام توی قصه حجاب. ما در مسئله حجاب آغاز انقلاب میبینیم که آیت طالقانی میگه، امام میگه، همین میگن که ما اجبار در حجاب نداریم. بله ضروری دین هست، تأثیر فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما اجباری نه، نمازم رکن دینه، اما به زور کسی رو نمیگیرن ببرن واسه تو مسجد نماز بخون. حجاب هم همینطوره، اجبار در حجاب ما اسلام نیست.
بله ما قوانینی داریم، تبصره ماده 638 رو داریم براش مجازات تعیین که بر بی‌اجابی، اینا بعداً اومده بعد از انقلاب از سال 62 بعد 75 تا 85 قوانینی وضع شده برای بی‌اجابی. حالا منم مخالفم، همسر منم با چادر و با حجاب مخالف اجبار در حجاب است و حجاب اجباری است. مبارزه با یک قانون بد باید مسیر قانونی داشته باشه. ما باید تلاش کنیم قوی شیم در مجلس. چی میتونه باشه آقای خزرعلی؟ الان به هر حال میلیون ها زن هستن که مسئله شونه این حجاب رو نمیخوان، اینو دیگه قبول دارید دیگه، اینها باید چی بکنن؟ بله. مسیر قانونی است که من با همین ظاهر مذهبی میام میگم که حجاب اجباری در اسلام نیست و بعد میام جبهه آزادی رو شکل میدم، میریم مجلس کرسی های لازم میگیریم، میگیم این قانون رو عوض کنید، حجاب اجباری مجازات برای بی حجابی نباشه. اینو برمیداریم راه قانون. همین کاری که این خانم کرده خیلی زیبا بود، کاری که این خانم رفته در موتور سواری دیوان عدالت اداری شکایت کرده و یه حکم گرفته. ما این حکم ها رو باید دنبالش بریم پیگیری کنیم. بله ممکنه یه سری متحجر تو قوه قضاییه توی حوزه قم بگن آقا سواری برزین مکروه هست. خب درسته، ما داریم که آقا خانم ها رو در کجاوه قرار بدیم، در کجاوه حرکت کنن، برای اینکه به هر حال پوشیده تر باشن، مسئول تر باشن. اما مگر پنیر مکروه نیست؟ مگر گردو مکروه نیست؟ آیا این مکروهات رو همه رو باید ما ترک کنیم؟ صحیح. بحث مکروه هست نهایتا، اونم در دو تا روایت. اما آیا همه مکروه ها شما جامعه را ازش محروم کردید؟ هر بالاتر بریم اگه بگن حرام است، مگر خود حجاب برای زن مسلمان واجب نیست؟ اما در مدینه النبی پیامبر اجبار نکرد حتی برای زن مسلمان. ولی آقای خزرعلی فکر میکنید این شیوه هایی که شما میفرمایید چقدر برای جامعه امروز ایران جوابگو است؟ شما تو الان تو تهران خودتون زندگی میکنید، آیا برای دخترای جوونی که مسئله شون این مسائل همین ها هست، دلشون میخواد باشن تو جامعه، دلشون میخواد برن مثلا به استادیوم، دلشون میخواد حجابشون اونجوری بشه که دلشون میخواد، آیا اینها میپذیرن اینکه مسیری که شما بهشون پیشنهاد میکنید که مسیر به نظر چندان کوتاهی نمیاد؟ ببینید مسیر مؤثر همین مسیر مدنی است، یکم طول میکشه اما بیسیک و دقیق و منطقی است. من مثالی که دادم نذاشت کامل بشه. ببینید انقلاب فرانسه 230 سال پیش انجام شد، ولی 100 سال انقلاب در انقلاب و کودتا و امپراتوری. بعد فهمیدن به جای انقلاب باید آرام آرام با تلاش مدنی درست کنن. الان به این دموکراسی رسیدن که هنوزم ناقصه، ولی به هر حال به جای خوبی رسیدن. ما باید این مسیر رو انجام بدیم. 70 سال انقلاب اکتبر نهایتا گورباچوف اومد، پرستاریکا و گلاسنوس رو انجام داد، اصلاحات اقتصادی و بعد اصلاحات متوجه. سیاسی بله. اینها رو باید آروم انجام بدیم. اتفاقا اگر ما اصلاحات اقتصادی در این مملکت انجام بدیم، همراه خودش دموکراسی میاره. در این نامه که این چهار عزیز نوشتن یک تناقض وجود داره. ما حق نداریم نوع حکومت رو به دلخواه خودمون برای مردم تعیین کنیم، مردم نوع حکومت رو تعیین میکنن. مردم ما فقط میتونیم بگیم مردم میخوان برسیم به ساحل امن و امان، آزادی و دموکراسی. در اونجا شما آزاد باشید، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقد. باز حواسمون پرت نشه، آزادی رو به انگشت دمپایی لا انگشتی خلاصه نکنیم، سطحش رو دمپایی پایین نیاد. خانم زرگرم نظر، خانم زرگر نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید این راه آهسته و پیوسته آقای خزرعلی برای جامعه امروز ایران جواب میده؟ من یه توضیح بدم در رابطه با نکاتی که آقای خزرعلی فرمودن. الانم اتفاقا اشاره کردن به دمپایی بند انگشتی، نمیدونم به مسئله موتور سواری زنان، به مسئله حجاب زنان. اتفاقا یه مسئله که خیلی از فعالان زن نسبت بهش نگرانن همین فروکاهیدن مشکلات زنان به چند تا چیز کلیشه‌ای هست. ببینید مشکلات زنان که آقای خزرعلی بهش اشاره نکرد، میگن که ما اینجا خیلی حقوق زنان تو جامعه ایران دارن، فقط موتور سواری نمیتونن بکنن، دوچرخه سواری نمیتونن بکنن. ای کاش فقط همینها بود. مسئله حضانت، حضانت فرزند، مسئله حق طلاق، مسئله عدیده‌ای که مسئله دیه، مسئله شهادت نابرابر و خیلی خیلی مسائل دیگه‌ای که زنان در جامعه ایران دوچارشن. نه فقط هم زنان مرکز، زنانی که توی شهرهای کوچکتر زندگی میکنن، مسائل قومی که به سر کار دارن و هیچ ضمانت قانونی اجرایی نیست که از اینها بخواد حمایت بکنه. خیلی مسائل بنیادین زنان دارن که متاسفانه علارغم فعالیت‌های زیادی که میشه بی‌توجهی شده بهشون. ولی اینکه راهش چیه،
به نظر من هم راه‌های مدنی اولا بر راه‌های تند و شاید بتونم بگم هیجانی باشه. شاید بتونم بگم خب این راهی که خانم پورفاضل و همراهانشون انتخاب کردن، به نظر شما یه انتقادی کردید، گفتید شیوهش مدنیه ولی راهش مدنی نیست. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟ ببینید خیلی مشخصه، ما می‌بینیم جنبش زنان توی این 40 سالی که توی ایران بوده به بعضی از حقوق تونستن دست بزنن، مثلا مسئله دیه که اخیراً موفق شدن، یا مثل بالا بردن. خب این مسئله دیه هم اونجوری نیست که اینجوری که گفته میشه نیست، یعنی دیه برابر نشده، دیه در یک مورد خاص در مورد اون صندوق مربوط به پرداخت بله اون در واقع یعنی نمیشه گفت که دیه برابر شده. همینه دیگه. ببینید جنبش مدنی ماهیتش همینه. خیلی خوبه ما بتونیم یک شبه به همه چی برسیم، این ایداله، ولی بحث اینه، من همیشه این مثال میزنم، میگم مثل اینه، ما یه بیماری داریم، انواع بیماری رو داره، میبریمش پیش یه دکتر، بعد پزشک خیلی حاضر میگه که این به نظر من تحت این شرایط با این داروها امکان داره که آروم آروم احیا بشه. خب خیلی وقتا ما میبینیم وقتی که بستگان مریض یا خود مریض مستصل میشن، میرن اولین کسی که میاد میگه آقا بیا من اینجا یه نسخه برای شما میپیچونم، با این نسخه یک دفعه شما میتونید صبح بلند میشید تمام مسائل تمام شده است. خیلی خوب اگه ما بتونیم یه همچین نسخه بدیم. ولی بحث اینه که من الان خاطرم نیست کدومی که از مهمانای عزیز اشاره کردم، بحث اینه که ما تا توسعه اقتصادی نداشته باشیم، تا تغییرات دیگه تو جامعه نداشته باشیم، میتونم راحت بگم تا حد زیادی در جا زدن آب در هاون کوبیدنه این مطالبات، نه اینکه بگم این مطالبات باید باشه، چه بسا جنبش مدنی زنان انجام دادن، رسیدن، حق اذانت فرزند رو بردن، حالا سن ازدواج رو از 9 سال بالا بردن. اینا آروم این تغییرات رو متوجهم. ولی خانم زرگر، بذارید من سوال از خانم آذرافشا بپرسم. خانم آذرافشا، شما یه دختری دارید، دختر جوان، نوجوانی دارید، ناراحت هست از این وضعیت، بهش میگید این جبر جغرافیایی، این وضع زندگیت، باید بمونی مبارزه کنی تا چندین و چند سال، حالا ببین به قول معروف بزک نمیر بهار میاد، یا اینکه میتونید یه قولای بهتری بهش بدید؟ فکر میکنید با این شرایط واقعا به دخترتون در این شرایط چی میتونید بگید؟ ببینید من به دخترم ناچارم بگم که ما جامعه جامعه در حال گذاره و باید بهش بگم که مطالبات آزادی خواهانه، برابری خواهانه و همه شعارهایی که ما برای حقوق بشر و مسائل انسانی میدیم، اینا رو اگه مظروف فرض بکنیم، باید ظرف مناسبش در جامعه به وجود اومده باشه تا این مظروف به درستی در ظرفش قرار بگیره و جا بیفته. یعنی شما نمیتونید یه یعنی لیوان و استکان داشته باشید و بخواید یه تانگ آب رو یه مرتبه توش به اصطلاح بریزید، اون سرریز میکنه و همه جا رو ممکن اصلا باعث خرابی بشه و ضررش بیشتر از منفعتش بشه. ببینید اگر کسی دنبال مطالبات مدنی هست، مطالبات مدنی رو واقعا نمیشه با یک فکر میکنید جمهوری اسلامی بیانی با این شیوه جواب داده تا به حال؟ آیا فکر آیا هیچ نشانه ای از عقب نشینی در بعضی از حوزه ها در جمهوری اسلامی میبینید؟ خانم پورفاضل و همراهانشون میگن این نشانه ها رو نمیبینیم، برای همین فکر میکنیم که باید جمهوری اسلامی بره کنار، یک حکومتی بیاد که با زنان همراه تر هست. شما فکر میکنید جمهوری اسلامی قدمی به عقب برداشته در این زمینه؟ ببینید اون چیزی که من به مشخصا میتونم بگم در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و من ازش کاملا دفاع میکنم، این هست که ما داریم مدرنیته رو بومی میکنیم و این زمان میبره و تونستیم این کار رو انجام بدیم. خیلی کارهایی بود که قبل از انقلاب توی فضاهای مذهبی حرام بود، مکروه بود، الان تبدیل شده به مباح، حتی شده واجب. یعنی میخوام بگم که اینا چیزایی هست که ظرفش تو جامعه ما بر مبنای فرهنگ ما و ارزش‌های حاکم بر جامعه ما به وجود اومده. حتی در مورد مسائل زنان همین حاکمه، یعنی شرایط زنان تغییر کرده. اولا من که تو جامعه ایران، حالا دوستان دیگه هم که جامعه ایران زندگی میکنن ممکنه برداشت من نداشته باشن، اونجور نیست که من از شرایط بخوام راضی باشم و بگم که اون چه که ما طلب میکنیم الان در جامعه وجود داره. ولی مسئله اینجاست که شعار ما باید بخوابه روی یه زمینه‌ای که توی جامعه ما ایجاد شده باشه. من معتقدم تو کل جامعه ایران
در جمهوری اسلامی این فضای آهسته آهسته داره به وجود میاد. من در اون بخش اول صحبتام اینو گفتم. الو فکر میکنم که ما شما رو فعلا از دست دادیم. اجازه بدید خانم آذرافشا همکاران من سعی کنم تصویر شما قطع شده. تصویرتون رو باز کنم. من از خانم پورفاضل بپرسم. میخوام خانم پورفاضل پاسخ بدین. به نظر میاد که انتقادات بیشتر روی این هستش که شیوهی که شما و همراهانتون در این نامه پیشنهاد میکنین شیوهی نیست که قابل اجرا باشه. باید در واقع صبر کرد، آرام آرام به اون منطق، به اون وضع رسید. هر کسی یک نگاهی داره به مسائل. نگاه ما و کسانی که پشتیبانی از ما دارن میکنن و زنان که بیشتر زنان جامعه ما هستن، نگاهشون اینطور نیست، به طور دیگری است. میگویند که ما چند نسل باید قربانی بدیم تا به هر حال به حقوق انسانی خود برسیم. جناب آقای خزعلی خیلی خیلی قشنگ صحبت میکنن، ولی واقعیت اینست که به نظرم اصلا به احکام فقهی زیاد وارد نیستن و نمیدونن که اگر یک زن در سن 80 سالگی یا 90 سالگی شوهرش رو از دست بده و تنها وارث شوهرش باشه، میان یک چهارم از اموال شوهر به اون میدن، از اون خونه‌ای که توش زندگی میکنه بیرونش میکنن و بقیه رو دولت میبره. در حالی که وقتی که زن فوت میکنه، اگر شوهر تنها وارث منحصرش باشه، تمام اموال زن رو میبره. یادشون باشه که هر کجا ما انگشت میذاریم روی احکام فقهی به ضرر زنان هست و به نفع مردان. به همین دلیل هم در ابتدای انقلاب بهترین هدیه‌ای که به آقایون دادن لغو قانون حمایت خانواده بود. مگر در قانون حمایت خانواده چی بود؟ جز این بودش که زن هم اجازه داره بره به دادگاه تقاضای طلاق بکنه طی شرایطی. و جز این بود که جلوی تعدد زوجات رو گرفته بودن به دلیل اینی که خانواده بتونه استوار باشه. خانواده خانم بتونه پروفازر خانم آذرافشا میگن جامعه آماده نبود، این مدرنیته تزریقی بود که جواب نمید. اصلا اینطور نیست. اتفاقا ما در پیش از انقلاب داشتیم پیش میرفتیم، حتی به جای رسیده بودیم که من خاطرم هست ماده 179 که اگر مردی زنش رو در یک فراش ببینه، یا نمیدونم خواهرش یا مادرش رو در یک فراش با مرد بیگانه ببینه، میتونه بزنه بکشه هر دو رو. و ما داشتیم این رو هم تغییر میدادیم. در اون زمان آرام آرام داشتیم جلو میرفتیم. ابتدا قانون حمایت خانواده در سال 46 تصویب شد و بعد دو مرتبه بازنگری شد در سال 1153 و حق ولایت به مادر داده شد در مورد فرزندان، که اگر پدری نباشه یا پدر بزرگی نباشه، مادر بتونه ولایت در مورد فرزندان صغیرش داشته باشه. و بعد اگر جد پدری هم باشه، در همسط با جد پدری قرار میگرفت و حق ولایت رو داشت. آرام آرام داشتیم پیش میرفتیم. وگر انقلاب چی به ما داد؟ شما بفرمایید انقلاب چی به ما داد؟ جز به اینکه ما رو به واپس کشوندن، جز اینکه ما رو به قهقرا بردن، جز اینی که تمام نمادهای خوب مدرنیته رو که ما داشتیم میگرفتیم و تو جامعه داشت گسترش پیدا میکرد، اونها رو همه رو از بین بردن. چه دستاوردی ما از انقلاب داشتیم؟ اجازه بدید از آقای خزعلی بپرسم. آقای خزعلی، دستاورد انقلاب چه بود به خصوص برای زنان؟ عرض کنم که خب من مطالبی که خانم میفرمایند، خب فکر میکنم هم فقه خوندم هم حقوق، مطالبی که میفرمایند رو میدارم. اما همین دوستانی که میان روشن فکر میشن و میگن قوانین اسلام بده، موقعی که به مهریه میرسن نفقه میگن خیلی خوبه. یعنی مثلا آقای نجفی بایستی 1362 سکه به این خانم مهریه بده و این حادثه ها اتفاق بیفته، یا اگر داده به همسر قبلش خونه رو داده به همسر قبلش که طلاق بگیره، اون نباید میداده، باید برای این خانم نگه داشته. یعنی اینجاها دیگه تعارض داره. این که میگیم ما یک پکیج حقوقیه، میگه تمام بار مسئولیت رو میذارم رو دوش شوهر. زن هیچ مسئولیتی نداره. اگه میلیاردر هم باشه یک قرون تو خونه خرج نمیکنه، مسئولیت تمام هزینه اقتصاد خونه رو گذاشته بر عهده مرد. حالا اگر یکی از اینها بره، اگه مرد رفت، اون نوناور خانه رفته، به این زنی که دو برابر دارن دیه میدهند. و اگر زن کشته بشود، به اون مردی که دارن نصف دیه میدن، میگن تو که نوناوری، این نوناورش از دست داده، به این زن دارن حمایت بیشتر میکنن، دو برابر دیه بهش پرداخت میکنن.
چون شوهرش رو از دست داده، نونآور خونه‌ش رو از دست داده. این قصه ها اینه، در ارث هم همینه. یه مسئولیتی رو دوش اولاد ذکور گذاشتن، به اونا بیشتر میدن چون باید زنی رو تأمین کنن، خانواده یا بچه. خب الان در جامعه فعلی ایران که شرایط اینطور نیست، به خصوص در شهرهای بزرگ. شما میدونید که به هر حال در اغلب خانواده ها، در اغلب خانواده ها هر دو زن و شوهر همزمان دارن کار میکنن. یعنی شرایط خیلی تغییر کرده نسبت به اون چیزی که در سطح اسلام. ببینید وقتی قوانین رو ما میذاریم به استثناها کاری نداریم. همین الان در کل کشور میبینیم که خانم ها میرن شکایت میکنن، مهریهشون اجرا میذارن، شوهرشون زندان میکنن، نفقهشون رو اجرا میذارن و باید ثابت کنن که شوهر نفقه میده. پس قوانین داره اینگونه از زنها حمایت میکنه که شوهر هم تو زندانه به خاطر مهریه، به خاطر نفقه و امثالهم. اما از زاویه نگاه میکنیم، میخوام فقط جلب توجه پوپولیستی نگاه نکنیم. بله هزانت مردی که هزینه داره میده، هزانت هم به عهده اونه، یک مسئولیت به عهده مرد که این بچه رو تا سن قانونی تو باید هزینه شو بدی، همه تحصیلش رو، همه رو باید بدی. اگه زنها بگن ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم برابر باشیم. من الان فکرم خانم زرگر میخوایی اینو بگم، بفهم خانم زرگر. بله دقیقا آیه خزلی، این پکیج ارزانی اون کسایی که، معذرت میخوام من اینجور میگم، ولی فکر نمی کنم هیچ فعال زنان با بحث مهریه موافق باشه. این چیزی که مامان مهریه میارد یا فرض رو بر این میذارید که زن خانه داره، ما میشینیم از حمایت میکنیم. زن میخواد مستقل باشه، زن داره تو جامعه امروزی زندگی میکنه، پشت سر این ما ازت حمایت میکنیم، ما بهت مهریه میدیم، ما بهت نفقه میدیم، پشت سر این یعنی خیلی از آزادی ها و اون بحث استقلال زن گرفته میشه، قدرت زن گرفته میشه. نمیخواد این پکیج باشه برای تمام اون سیاست گذاری که به نظرشون میاد این پکیج خوبه. خود زنان برای خودشون مطابق با حقوق نوین پکیج تعیین میکنن. این پکیج هم هیچ حق حقوقی از آقایون زائل نمی کنه. این پکیج چیزی نیست جز حقوق برابر با مردان. نه کسی مهریه نمیخواد، کسی نفقه نمیخواد. من فقط یادآوری بکنم، من خیلی این سوالایی که میگم سوالایی هست که اینجا به دستم میرسه. مثلا اینی که گفتم که زن باید در این دور زمان نمیخواد مثل مردان زندگی کنه، سوال فرزانه بود. من میخوام وقتو بدم به خانم آذرافزا یه مقدار بیشتر صحبت کنم چون قطع شد واسه صحبتتون. خانم آذرافزا، صحبت‌های خانم زرگر و آقای خزعلی رو شنیدین، شما نظرتون چیه راجع به این بحث؟ آیا زن امروز جامعه ایران که شما میگید به هر حال قدم‌های بزرگی در راه مدرنیته برداشته، راضی میشه که نصف مرد باشه در هر چیزی؟ ببینید من نمیگم قدم‌های بزرگی در راه مدرنیته برداشته شده، من میگم مدرنیته در ایران بومی شده و با ضریب سرعت خاص خودش داره حرکت میکنه و بنابراین هر دستاوردی که داره حتی اگه به نظر شما یا دیگران کم بیاد، این دیگه نهادینه شده است. مسئله اینه، ببینید اگه قرار باشه که صرف قانون مترقی مسئله زنان رو حل بکنه، زمانش هم مسئله زنان حل میشد و زنان نمی اومدن بخش مهمی از اعتراضات علیه اون رژیم بسازن و اون واژگونش بکنن. ببینید قانون هر چند که مترقی باشه، اگر توجه به سنت حاکم بر جامعه نداشته باشه، سنتی که ممکنه ردش بکنیم ما، ولی حاکمه. ببینید الان فرض میکنیم که میخوان ارث زن و مرد یکی کنن، یعنی مساوی کنن و ما ازش دفاع کنیم. جامعه ایران که توش هنوز توسعه متوازن نیست، بخش مهمی از استانهای کشور که طایفه نشین و قبیله نشین هستن، مردسالاری به شدت توش. خب همین مگه حاکم نبود مثلا در تونس، در الجزایر، در بسیاری از مراکش، در بسیاری از کشورهای دیگه که اونها کی میگه؟ هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در این کشورها مسئله حقوقی زنان حل شده. الان حل نشده، ولی مثلا در تونس خیلی خیلی قبل تر از اینها، اینا اومدن یه سری قوانین رو رد کردن و زنان در واقع در دیه، در ارث، اینها برابری گرفتن. ممکن هستش که جامعه تونس هم اینقدر آماده نبوده. کنار اومد. اجازه بدید من منظورم بگم. ببینید قانون ممکنه مترقی باشه، حاکم باشه، قانونی مفید هست که پذیر معدل جامعه اونو بپذیره، ولی دور میزنن قانون رو. الان فرض میکنیم در ایران این من نمیخوام دفاع کنم که وضعیت فعلی خوبه، ولی فرض میکنیم بیان مثلا ارث رو مساوی بکنن، کاری نداره. پدر مادرایی که نمیخوان ارث بره تو خونه داماد، میان قبل از اینکه فوت بکنن وصیت میکنن و به سرا میبخشن، وصیت هم نه، میان میبخشن به پسرشون. ببینید این با اینو با ما یه کاری برش بکنیم. ببینید ما نمیتونیم تا قبل از اینکه مسائل اقتصادیمون رو حل بکنیم، زنان
درآمدشون و شاغل بودنشون به یه ترازی برسه که قابل قیاس باشه. خب با مردان با این شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی میدونی مثلا در همین سالهای اخیر بسیاری از راه‌ها رو برای زن‌ها بسته، خیلی چیزها رو سعی می‌کنه زن‌ها رو خونه نشون بکنه، خیلی از طرح‌ها در حکومت جمهوری اسلامی به این سمت میره که زن بچه دار بشه. این غلبه چطور میتونه وضع اقتصادیشو بهتر بکنه؟ ببینید این مقاومت سنت شما، من اصلا خودم تعجبی نمی‌کنم، برام ناخوشاینده، ولی یه نگاه جامعه شناختی به من میگه این مقاومتی است که سنت می‌کنه. ببینید سنت دین رو هم دور میزنه. ما الان خیلی از خانواده‌هایی داریم که متشرع نیستن، اصلا حتی تظاهر میکنن میگیم ما دیندار نیستیم، ولی تو روابط زن و مرد و مردسالاری شدت مردسالارن. این غلبه سنته. شما سنت رو نمیتونید سرکوب کنید. برای سنت ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. از این جهته که من این بیانیه که الان این 14 تا به حساب کنشگر زن منتشر کردن، فکر میکنم در خوشبینانه در این حالت فکر میکنم این ساده اندیشی و ساده سازی فعالیت های مدنی در جامعه هست. اگه بخوام بدبین باشم یه تعبیر دیگه ای ازش میکنم. متشکرم خانم پورفاز. شما بفرمایید، بس بیشتر از یک دو دقیقه وقت نداریم. اگه شما جمع بندی بکنید به خصوص به این بحث که خانم آذرافشار الان اجاره کردن، میگن جامعه آماده نیست، جامعه به لحاظ سنتی و فرهنگی میگن آماده نیست برای اون تغییراتی که شما خودش شما. آماده است خانم. بنده خودش آماده است. اتفاقا جامعه ما کاملا آماده است. جامعه یعنی شما امروز نمیتوانید نسل دوم و سوم انقلاب رو با 40 سال پیش یکسان ببینید. به قدری خانواده ها از نظر تربیتی فرزندانشون تغییر کردن و اونقدر افکار و اندیشان به نسبتی 40 سال پیش که همسن ما شاید در اون زمان بودن تغییر کردن که احساس میکنیم بسیار خوب میتونیم تمام این سنت ها رو بشکنیم، چون به هر حال سنت های بد در یک جای بد شکسته بشه و جانشین داشته باشه. ما جانشینش رو داریم، یعنی مردم دارن نه بنده. منظور من این هست که اینطور به نظر میاد که جامعه کاملا آماده هست که مدرنیته رو بپذیره ده. به خصوص زنان باسواد و تحصیل کرده ما. شما حتی امروز در همون چادرای سیاه قبیله‌ای هم دخترانشون رو میبینید که به دانشگاه میفرستن، فرزندانشون تحصیلات عالی دارن. اونها دیگه نمیتونن مثل مادرشون یا مادر بزرگاشون فکر بکنن. بنابراین این همون پیشرفتایی هست که من گفتم، این همون پیشرفتایی هست که جامعه ما کرده. بله خانم آذرافشار، یعنی همون پیشرفت تغییر بکنه. بله ما باید قوانینمون تغییر بکنه. اگر قوانین ما تغییر نکنه و همچنان اندیشه حوزوی سایه سنگین خودش رو در جامعه ما داشته باشه، به هر حال ما ناگزیر هستیم که از این اوضاع گذر کنیم. نواندیشی دینی که توسط حوزویان توی ایران الان داره پیگیری میشه به مراتب از روشنفکری سکولار برابری خواهتره. شما نمیتونید مدرنیته رو در مقابل دین قرار بدید. پهلوی ها این کاری کردن، جامعه ما رو برای قرنها عقب انداختن. سعی نکنیم که دین رو در مقابل مدرنیته قرار بدید. نه من اصلا کاری به دین ندارم، ولی به هر حال اندیشه حوزوی در جامعه ما هست و ما داریم میبینیم آقای ناصر مکارم شیرازی میفرمایند که بله. زن نباید سوار موتور یا نمیدونم دوچرخه. شما چرا آیت الله صانعی رو نمیگید؟ به مکارم شیرازی چه کار دارید؟ متشکرم خانم، من عذرخواهی میکنم، وقت ما تموم شده. خیلی ممنونم از هر چهار نفر، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. خانم پورفاضل، آقای خزعلی، خانم آذرافشار و خانم زرگر رو الان از دست دادیم. من یادآوری کنم که یک نفر هم فقط اینجا به ما گفته که به خانم آذرافشار بگید فقط برای یک سوم اموالشون افراد میتونن وصیت بکنن، نه برای کل اموالشون. این رو هم اینجا گفته باشیم که بگم من تمام پیام های شما رو میبینم ولی متاسفانه نمیشه همش رو بخونم. ممنونم که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه روی وبسایت ما هم قرار میگیره، روی سایت یوتیوب هم هست، پادکستش هم در اختیار شماست. ممنونم که با صفحه دو همراه میشید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. We'll be right back.